سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان کانال ادعیه و تلسمات ملکوتی. دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با معرفی تلسم محبت و ازدواج در خدمت شما عزیزان هستم. نوشتن این تلسمم مثل تلسمای دیگه که معرفی میکنیم در ساعت ساعت هستش انجامش، و نوشتنش هم کار زیاد سختی نیست. البته چند تا نکته داره نوشتنش و اعمالش که با تلسمای دیگه که معرفی کردم خدمتتون یه خورده فرق داره. باید این تلسم رو در ساعت سعد روی پارچه کتان آب ندیده سفید بنویسید. توجه کنید که هنگام نوشتن بدن پاک باشه و به سمت قبله باشید، و ساعتش هم ساعت سعد هستش. عکس واضحش هم داخل کانال تلگرام برای شما عزیزان قرار میدم که راحت تر بتونید این تلسم رو بنویسید. و از دیگر خواص این تلسم هم بازگشت معشوق و بیقراری شدید هستش که میتونید استفاده کنید. خب، وارد کردن اسم ها هم مثل تلسم های دیگه که معرفی کردم در پایین تلسم نوشته میشه، یا اگر جا نداشتین روی پارچه‌تون میتونید در پشت تلسم بنویسید. و نحوه وارد کردن اسمها هم به این صورتی که پشت برگی یا زیر برگی فرقی نداره بنویسید. فلان زایده فلان که میشه همون شخص مد نظرتون، همون شخص مطلوب، به محبت فلان زایده فلان که میشه اسم طالب و مادرش، اسم خودتون و مادرتون در بخش دوم نوشته میشه. حالا این توضیحات هم سعی میکنم داخل کانال تلگرام بنویسم براتون. هرچه حمایت های شما بیشتر باشه از این ویدیو، سعی میکنم داخل کانال تلگرام با انرژی و کیفیت بیشتری توضیح بدم خدمتتون. و اعمال انجام دادن این تلسم هم اینه که در اون ساعت که دارین این تلسم رو انجام میدین 3 تا انجام بدین، یعنی 3 تا از این تلسم باید در اون ساعت بنویسید و 3 شب پشت سر هم با روغن بادام شیرین این تلسم رو فتیله کنید یا همون بسوزانید با روغن بادام شیرین. سعی کنید پارچه کتانی هم که انتخاب میکنید پارچه کتان نازکی باشه که راحتر بسوزه. و طبق نسخه‌ای که نوشته در مورد این تلسم که داخل کتاب تمتم هندی هستش، بسیار مجربه و یکی از قوی ترین تلسما در جهت بازگشت معشوق هستش. و اینکه اگر سوالی هم داشتین در مورد این تلسم داخل کامنت ها بنویسید، پاسخگو هستیم. یه نکته دیگه در مورد تلسم هم بگم خدمتتون، تأثیرش هم طبق چیزی که داخل نسخه هست دائمیه. حالا اگر خودتون شرایط انجام دادن این تلسم رو نداشتین، میتونین با شماره واتساپ ما هماهنگی های لازم رو انجام بدین که ما براتون انجام بدیم. هزینه ها هم پایین هستش، نگران هزینه نباشین، مهم اینه که کارتون حل بشه.
و اگر پارچه کتان هم در دسترس نداشتین، توجه کنید که پارچه کتانی هم که میخوایم بنویسیم این تلسم روش، باید پارچه کتان آب ندیده باشه، یعنی تازه باشه. اگر در دسترس نداشتین روی همون کاغذ هم انجام بدین افاقه میکنه، ولی سعی کنید پارچه کتان گیر بیارین که دیگه کار تلسم اصولی انجام بشه. آدرس کانال تلگرام هم داخل توضیحات و کامنت اول براتون پین میکنم که راحتتر دسترسی پیدا کنید. خیلی ممنونم وقت گذاشتین و تا اینجا ویدیو رو همراه من بودین. امیدوارم هر کجای این کره خاکی هستین مشکلتون به زودی حل بشه. خدایا رو نگهدار.